به نام خداوند یکی بود و یکی نبود که غیر از او هیچ کس نیست و نبود. خانم ها، آقایان، سلام و درود بر شما. خوش آمدید به محاکاتی دیگه، برنامه ای که از حکایت ها و روایت ها صحبت میکنه، حکایت های مردم که با شما قسمت میکنن در این برنامه، شب به شب شنیدنی تر میشه. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این روزها و شبهای با شکوه، اگر اجازه بدید برنامه محاکات امشب رو شروع بکنیم. نمیدونم، اگر یک روز صبح شما از خواب بیدار شید، توی آینه نگاه کنید و ببینید که تبدیل به یک آدم دیگه شدید، چه حالی پیدا میکنید؟ شاید قصه ما امشب بی ربط به این مسئله نباشه. با حضور کارشناسان همیشگی برنامه، خانم فلورا سام، آقای امیر شهاب رضویان و آقای رسول نجفیان، به افتخارشون. و در حضور دوستانمون که از طریق فضای مجازی تماشاگر این برنامه هستن، به خاطر همگیری کرونا ما نمیتونیم طبیعتاً حضورشون رو در استودیو داشته باشیم و تکنولوژی راه ها رو کوتاه‌تر کرده. خانم سام، اگر یک روز صبح از خواب بیدار شید، تو آینه نگاه کنید و ببینید تبدیل به یک آدم دیگه شده، چی کار میکنید؟ خیلی حس بد، یعنی خیلی حس عجیب و غریبی خواهد بود، واقعا نمیتونم توصیفش بکنم. ولی من یک دفعه، حالا نه که اینجوری بشه، یک دفعه یک آن حس کردم که دیگه چشمم نمیبینه و خیلی حالت عجیبی بود، یعنی که یا دنیا یادم به هم میریزه. آقای رضویان، شما چطور؟ قابل تصور نیست برام، واقعا چیز خوفناکیه. آقای نجفیان، شما چه احساسی خواهید داشت اگر یک روز صبح بلند شید و ببینید که تبدیل به یک آدم دیگه شدید؟ دو حالت داره. اون چون صورت‌ها، گر به صورت آدمی انسان بودی، احمد و بوجهل خود یکسان بودی. یه موقع آدم صبح پا میشه میبینه تبدیل به حیوان شده، یه موقع پا میشه میبینه تبدیل به فرشته شده. تا منظور شما کدوم باشه؟ بسیار خوب، شاید بیشتر باید فکر کنی به این ماجرا. اما به هر حال خیلی درباره حالات روانی و روحی نمیخوام صحبت بکنم، درباره چهرهتون میخوام صحبت بکنم که اگر یک روز بیدار بشید و ببینید که تبدیل به یک شکل دیگه، یک آدم دیگه ای شدید، شبیه این رسول نجفیانی که ما میشناسیم نیست. بله، قطعا شگفت زده میشه. مثلا شکل من شدی، خیلی ناراحت میشی. اصلا معلومه رستگار میشم. رستگار میشم، چقدر خوشحال. ببین رسول چقدر خوبه ایشون. واقعا با کیا متحد شدیم؟ دو تا نظر. بسیار خوب، اما میخوام دعوت بکنم از کارشناس میهمان برنامه امشب، یک فیلمساز و نویسنده، فیلمنامه نویس، که صداش رو خیلی ها ممکنه شنیده باشن در روایت ها و قصه هایی که خودش تعریف میکنه اینجا و اونجا. یک چهره تلویزیونی هستش در برنامه کتابباز تلویزیون و دوستش داریم، آقای احسان عبدی پور. سلام، اینجا احسان. خیلی خوش اومدید. آقا مخلصیم، خیلی خیلی خوشحالیم که میبینیم اینجا. واسه افتخار شما این روزا دیگه انقدر قصه هات این ور اون ور گل کرده که یه روز خودت باید بیای اینجا روی صحنه. ان شاء الله افتخار باشه. قربانتون. اگر که یک روز بیدار شی و ببینی تبدیل به یک چهره دیگه شده، چهره از یه منظری میتونم بهش، چون الان تقلبی یعنی سوالا رو شنیدم، از یه منظری میتونم بهش جواب بدم، ممکن 3 دقیقه وقت بگیره. 3 دقیقه، 2 دقیقه رو میتونیم بدیم، توافق کنیم روش. فکر کنیم که ما میمیریم، از این جان میریم بیرون و توی دالون یه راروی میریم یه جای دیگه. از همون میپرسن که کجا بودی؟ ما به نسبتی که در جهان به سایدهای زندگی مالیده شدیم و وجوه دیگه، وجوه متفاوتی از حیات رو درک کردیم، میتونیم اونجا جواب بدیم. من به یکیش میگم که والا من یه جایی بودم، بهش میگفتن کره زمین 36 تا وجه داشت. یعنی من در زندگی مثل یک آدم کوری که تو این مثل همین، مثل این قرار گرفته باشه،
36 تا وجه زندگی رو تجربه کردم. ازدواج کردم، طلاق دادم، شکست خوردم، جنگ رفتم، پام قطع شده، اینجوری شدم، اونجوری شدم. یکی هست میگه یه جایی بودم 142 تا وجه داشت، بهش میگفتن زمین. اگه این تعریفه رو مبنا قرار بدیم، من استقبال میکنم که صبح باشم یه چیز دیگه باشم، چون به یه ساید دیگه ثابیده شده باشم و نمیترسم. امیر شهاب نمیترسم. بسیار خیلی خوب، امشب میخوایم یک قصه جذاب و شگفت انگیز و پر از احساس فکر میکنم در محاکات بشنیم. موافقید؟ پس بریم بشیم سرجام. به افتخار هستم. اومدیم به این سوی استودیو محاکات تا گفتگو رو با میهمان اصلیمون آغاز بکنیم، اما پیش از اون من یه توضیحی برای آقای احسان عبدیپور بدم که نوع روایت، در واقع شکل ارائه روایت دوستان به چه شکلی خواهد بود. ما 2 تا 10 دقیقه فرصت داریم که 10 دقیقه اول و 10 دقیقه دوم. در کل این 10 دقیقه شما و دیگر دوستان یک بار حق دارید اگر پرسشی خیلی ضرورتاً پیش اومد که در روند قصه میتونست کمکی باشه، میتونید این زنگ قرمز رو فشار بدید، زمانشون متوقف میشه و شما پرسشتون رو میپرسین و پاسخ میدن. در غیر این صورت باید منتظر بمونید تا 10 دقیقه اول یا 10 دقیقه دوم تموم بشه و اگر پرسشی یا نکته مجهولی براتون هستش تو اون فاصله بپرسید. حله؟ حل. آقای نجف شما متوجه شد؟ بله بله. چه خوب شد. خانم صاحب خیلی ممنون. اما میهمان امشب ما آقای سید محسن مرتضوی که در اسفند 1358 به دنیا اومدند و ماجرای زندگیشون ماجرای شگفت انگیزیه که امشب برای ما تعریف خواهند کرد. آقای مرتضوی خیلی خوش اومدید. نماز روزه ها قبول. سلامت باشید. قربان شما. تاعت شما هم قبول بشه. سلام عرض میکنم خدمت دوستان، خدمت تماشاگرانی که به صورت مجازی ما رو میبینن. سپاسگزاریم. در خدمتتونم. خب هر وقت که شما خواستید که قصه رو شروع بکنید به من بگید که زمان رو راه بندازید. من در خدمتتونم. قصه رو از کجا میخواید شروع بکنید؟ خود از بعد به تولد بریم. از بعد به تولد. اول بفرمایید. بنده محسن مرتضوی ام، متولد 13 اسفند 58 شهرداری تهران. کودکی خیلی پر جنب و جوشی داشتم، خیلی به قول بچه هم دور زمانه شیطون بودم، دوران مدرسه و دبیرستان و بعدش هم که دیگه رفتیم خدمت. بعد از خدمت که اومدم خدمت آرزم که عاشق شدم و یه ازدواج موفق با همسرم داشتم و سالش هم 81 بود. کجا دیدیدنشون که عاشق شده؟ والا خدمت آرزم، همسر من به نوعی فامیل اون میشد، من با برادرم با جناقه. بله، اول برادرم ولی ازدواج کرد، بعد چند سال بعد من. سال 81 ازدواج کردیم و سال 83 هم خداوند به اون رحم کرد و یه دختر زیبا بهمون داد. بله. اسمش چیه؟ ملیکا خانم. خدا حفظش کنه. سلامت باشی. قربان شما. و منم مثل خیلی دیگه از جوانایی که مشتاق کار و جنب و جوش و تلاش برای خانواده و سعی و اینا هستن، کار کردم، 2-3 جا کارهایی که دوست نداشتم و عوض کردم و بالاخره تونستم توی شرکتی به عنوان مسئول تشریفات اونجا استخدام شم و چند سال اونجا کار کردم. دانشگاه هم رفته بودید؟ بله، من حین اینکه کار میکردم، چون برای خدمتم دانشگاه رو مجبور شدم که چون میخواستم برم خدمت درس رو ادامه ندادم، ولی بعد از خدمت که اومدم و ازدواج کردم مجددا رفتم تو رشته شیمی کنترل کیفیت، ثبت نام کردم و قبول شدم و هم کار میکردم، یعنی هم ادامه تحصیل میدادم. زندگی خوبی داشتیم، زندگی کارمندی داشتیم، صبح میرفتیم سر کار، شب میمدیم خونه. بالاخره اونجا تو اون بخشی اعتباری داشتیم، چون که تونسته بودیم تو این چند سال یه رشدی کنیم، رو به جلو بریم. خیلی همه چی اوکی خوب و دخترمون هم دیگه 7 سالش شده بود، بزرگ شده بود تا تا اینکه ایج شد.
عیده؟ عیده سال 90. 90. بله. من به خاطر اینکه مسئول تشریفات اون سازمان بودم میبایست تو عید میرفتم سر کار، یعنی چون که دوستان مدیرامو مهمون داشتم و میومدم به خاطر سال نو مبارک، من تو عیدم رفتم سر کار. یعنی سازمان دولتی بود یا خصوصی؟ خدمت تو عرضم که دولتی بود. دولت. و اینکه من تا آره بله تا 13 هم یعنی رفتم سر کار، بعد رفتم مرخصی. ولی توی این 13 روز که می رفتیم سر کار، ما چند تا همکار داشتیم که حالا اونجا مسئولیتی داشتن، یه نظافتچی هم ما داشتیم، اونم رفته بود مرخصی. این بقیه همکارا به خصوص یکیشون زنگ میزد به این و اینو اذیت میکرد. چرا؟ پوش تلفن فوت میکرد. این یه ذره کم شنوا هم بود، اینا شروع کرده بودن با این شوخی کردن، بهش فوت میکردن. بعد این شوخیه هی تکرار شد و کار به اینجا رسید که اون چون نمیشنید و نمیدونست کیه که دارم مزاحمش میشم به خاطر اون کم شنواییش، مثلا گوشی رو میداد به خانواده‌اش، بعد خانواده‌اش رو تهدید میکردم، گفتن آره این مزاحم ما شده بیاد تهران، ما این کارو میکنیم اون کارو میکنیم، بعد میخندیدن این طرف. شوخی؟ آره شوخی بود. به همین بیمزدگی؟ بعد اینا میخندیدن این طرف، میگفتن این نمیدونه ما کیم، حالا بعد تعطیلات میاد بازم میخندیم بشون. یه چیز مسخره بازی. چند آره. سالش بود ایشون؟ ایشون هم حدودا اون موقع 30 و خورده‌ای سالش بود. همسن و سال بودیم آره. ایشون هم متولد 57 بود. اونی که مزاحمش میشد یه چند سال بزرگتر بود، مثلا شاید 54 و 55 بود. بعد هیچی دیگه تا سیزده بدن ما تو محل کار بودیم، یعنی روز سیزده هم که نه، ولی تا قبلش حالا 11 و 12 بود محل کار بودیم. و ما رفتیم مرخصی، رفتیم مرخصی 19/1/91 که شنبه هم میشد برگشتیم به محل کار. ساعت 6:30 صبح قبراق سرحال با بعضی آراسته، بالاخره به نوعی روز اول کاریمون میشد. حالا به غیر از اون تعطیلات تازه مسئول تشریفات هم بودید؟ آره دیگه، اصلا لباس فرم خاصی داشتیم. آره اومدیم سر کار این رو که اون مسئول نظافت هم بود اونجا، داشت تمیزکاری میکرد، سطلای زباله رو خالی میکرد. من بهش سلام علیک کردم، گفتم سلام چطوری خوبی اینا؟ دیدم هیچی نمیگه. گفتم خب سمکشو لابد خاموشه یا نمیشنوه یا مشکلی براش پیش اومده. من اومدم تو آبدارخونه، دیدم که مرتب قشنگ چای دم کرده، دم نوشا رو دم کرده، منتظریم که جلسات صبحمون شروع شه و شروع کنیم به کار. دیدم سطل زباله اتاقمون رو آورد که خالی کنه توی مثلا سطل آبدارخونه. به وقت چشم به ساعته، اومد این سطل رو خالی کنه. بعد من بهش سلام کردم، گفتم خوب چطوری، جواب نمیدین؟ دیدم همینطوری که نشسته او یه نگاهی مثل یه گرگ به من انداخت. گفتم خدایا امروز ما رو به خیر بگذرونی، چرا اینجوری میبینه ما رو، چی شده، مشکلی پیش اومده؟ تو این فکرها بودم تا اینکه یه دفعه دیدم از پشت داره با یه فحش یکی رو صدا میزنه که تو عید منو خراب کردی. من یه لحظه اومدم فکر کردم که به کیه، چیه، چیکار میکنه. داشتم میخوام یه برای خودم یه چای داشتم چایی هم میریختم، تا برگشتم سمت راستم دیدم یه ظرف یه مایعی توشه و پاشیده شد به صورت. یعنی هیچ دفاعی نتونستم از خودم بکنم، فقط یه مایه سیاه رنگ گرمی ریخ رو من. گفتم چی کار میکنی؟ فکرم آبجوشه. گفتم من لباس ندارم، الان رئیس میاد کار شروع میشه. یه دفعه آتیش گرفتم، یعنی حسی که داشتم حس یه آدمی که بیفته توی تنور. فقط چشام داشت میسوخت، اون کورسو نگاه کردم، دیدم لباسشو زد بالا و یه چاقوی در آورد. به خاطر دفاع از خودم اونجا یه صندلی بود، هی میچرخوندم که این بازم اونجا جونم عزیز بود که این چاقوه رو فرو نکنه به بدنم. فقط گفت تو عید منو خراب کردی، گفته تو بودی، میخوام تو رو بکشم. گویا به قول خودش من گریه میکردم که من نبودم، خودش
بوده، گفت تو رو میکشم که برای اونم درس عبرت شه. و کسی نبودش توی شرکت اون ساعت؟ صبح. فقط یکی از دوستانم، تمام اینا که گفتم شاید یه دقیقه دو دقیقه نشد، یکی از دوستانمون از یه محوطه بالاتر میبینه و فکر میکنه یه مشاجره میاد که ته ظرفم میپاشه رو صورت و گردن اونو متواری میشه. چند ضربه چاقو زده؟ 19 ضربه. 19 ضربه شما رو از پا در نیاورد؟ نه، حالا دیگه 4 لیتر اسید ریخت روم، سولفوریک 98% و 19 ضربه چاقو و بلافاصله فرار کرد. من دیگه اصلا درد چاقوها رو نفهمیدم، انقدر که بدنم میسوخت و سوزش داشت اصلا نمیدونستم این چاقوها رو داره میزنه نمیزنه. فقط یه جا من خوابیده بودم رو کمر، دیدم نشست رو سینم و یه چاقو عمیق زد که شکمم تقریبا 20 سانت پاره کرد. من مثل تو این فیلم ها یه دفعه یه اینجوری یه خورناسه کشیدم و بعد که بیدار شدم دیدم تمام محتویات شکمم اومده بیرون. بعدش که آقای اومد اون فرار کرد و رفت از در همون شرکت خارج شده و فکر کردن داره میره نونی چیزی بگیره برای صبحونه، اون خارج شد. من فقط یه صداهایی میشنیدم، یه چیزهای گنگ و نامفهوم میدم که بچه ها من انداختن توی ماشین پراید. تو راه فقط میشنیدم که منو دارن میبرن سمت بیمارستان میلاد، چیزی نمیدیدم اصلا. رفتیم بیمارستان میلاد، تو این چند باری که ما تو این چند دقیقه‌ای که ما رفتیم من چندین بار بیهوش شدم و دوباره به هوش اومدم. فقط رفتیم تو میلاد دیدم داره میگه کد 99 اورژانس، گفتم من مردم و همونجا اشهدمو خوندم. همونجا اشهدمو خوندم و رفتم تو کما. وقتم تموم شد. 30 ثانیه فرصت دارید تا این بخش از روایت رو تموم بکنید، اما من ترجیح میدم که این 30 ثانیه رو به ذخیره دومتون اضافه بکنید و همینجا در کما شما بمونید تا دوستان من اگر پرسشی دارن از شما بپرسن. 6 ماه مونده میگه 30 ثانیه. 6 ماه در کما. 30 ثانیه. خیلی خب، پس من پرسش دارم. خیلی خب، بزنید حالا میشه. فرمودید این شوخی که با ایشون کردید سال 90 بود؟ ایشون شوخی نکردن؟ نه شما، نه همون مزاحما. نه همون مزاحمه شوخی کرده بود با ایشون. و چه سالی؟ سال همون 91 تو تعطیلات عید که اون رفته بود شهرستان تو روستای پدریش. اینا مزاحم میشدن. بله. و این چون نمیتونسته تشخیص بده این کیه، گوشی میداده به خانواده و این 13 روز اینو کلی اذیت کردن. جناب مرتضوی، آیا فکر کنم از سالها پیش شماره ها میافتاده، حالا موبایل بوده یا بله میافتاده، نمیفهمیدن از کجاست؟ خب به خاطر اینکه بعدن که این شوخی جدی تر شده حتی به اینجا رسیده که خانواده زنگ زدن گفتن که تو چرا اینقدر زنگ میزنی به این پسر ما؟ گفته آره این مزاحم ناموس ما میشده، من اینجا تهران آگاهی آشنا دارم، بیاد اینجا پدرشو در میاریم، فلانش میکنیم، بیسارش میکنیم. اونا ترسیدن و این هم که روی من به قول من اسید پاشیده، دو تا ازدواج ناموفق داشته که حالا به دلیل ضرب و شتم و اینا این به قول من عروسا از خونه فرار میکردن یا هر اتفاق اینا رو بعدن فهمیدیم ما که این اتفاق افتاده. خانواده بهش گفتن آره داری میری سومی رو بگیری، رفتی سراغ زن شوهردار، ناموس مردم داری مزاحم میشی، تو آبروی ما رو بردی، تو روستا آبرومون رو بردی. از تلفن شخصی زنگ میزدن یا از تلفن اداره؟ با موبایلشون زنگ میزدن. بعد تماس میگرفتن و بعد از اینم اینو من نگفتم که بعد از این که میاد به اداره، یعنی 14 و 15 میاد، من تا 19 نبودم، اینو وقتم مدیریت کردم که به این کماه برسیم. این دقیقا میاد پیش همون که مزاحمش میشده و همون اون بازم گفته که مرتضوی نیست و گفته بذار یه شوخی رو ادامه بدیم. گفته آره یکیه بهم زنگ میزنه مثلا بهم فوت میکنه، اذیتم میکنه اینا. آره کاملا خوبم نمیتونست حرف بزنه چون نه میتونست بشنوه نه میتونست خوب حرف بزنه. بهش گفتن آره مرتضوی بوده میخواسته تو رو اذیت کنه، نمیدونم
مظلوم گیرت آورده. ما خودمون بودیم اینجا، مثلا فلان روز 10 بار به زنگ زد، چون خودش هم زنگ زده بود. اینا رو چند نفر میگفتن؟ یه در واقع گروهی از همکاران شما میگفتن 3-4 تا میخندیدن. یعنی اون گروه همکارا میدونستن و بعد از این اتفاق خیلی هاشون رو من دیدم میگفتن ای کاش ما بهش میگفتیم بود مرتضوی نبود. همشون یعنی تو اون ای کاشن میگن ای کاش ما میگفتیم که تو نبودی. من میتونم خواهش بکنم که اسامی رو نیاریم؟ چشم. آره کمی، چون به حال آدم ها نیستن اینجا که اونا هم توضیح چشم. بدن. سپاسگزارم. شما تموم شد پرسشتون؟ اصلا جان شما سوالی؟ آره من میخواستم بگم که هیچ چیزی غیر از شوخی بین اون یارو که زنگ میزده به خونه اینا نبوده، چون نه. یه بار، دو بار، 10 بار و هی همینطور میرفت بالاتر. این فشاره، نگاه کنید، ببخشید، وقتی رو من اسید و پاشید جملهش این بود تو عید منو خراب کردی. یعنی انقدر اینور یه شوخی بوده، خب اونور تهدید و به قول معروف اذیت خانواده بوده که تو 2 بار ازدواج کردی، آبروی ما رو بردی، نمیدونم این دوتا دختر از خونت فرار کردن، تو حالا رفتی دنبال زن سومی، اونم زن شوهردار که الان میخوایی بری تهران، میدنت آگاهی، میدنت فلانجا، میدنت فقط اونجا میره توی مخابرات همون شهرشون میگه این شماره 0912100 و فلان فلان برای کیه؟ اینو تمام اینا که من میگم ببخشید مستندات پروندمه، میگن این شماره برای کیه؟ میگن که برای قومه، چون که ما مثلا اصلیتمون اصفهانی بوده و حالا فکر میگرده که از مسیر قم رد میشیم یا اونجا مثلا یک کسی رو داشتیم، اومده خودش گفته که آره کی مزاحم من میشده شما میدونید، اذیت میکرده، اونا میگن مرتضایی بوده، اونا میگه آره این قم هم شاید فامیل داره، این موبایله برای قم بوده. سابقه شوخی باهاش داشتی قبلا؟ نه من یه تقریبا میشه که مسئول اون بودم. نه شوخی باش کرده بودی یا نه؟ شوخی نه، شوخی مثلا در حد شوخی کار شد مثلا، ولی شوخی کرده مثل بود. الان که مثلا من دارم با آقای زابطیان شوخی میکنم، با استاد گفتن صدا نمیاد، گفتم بچه ها ساکت باشن صدا میاد، این شوخی ها رو آره، ولی شوخی که شوخی باشه نه. ولی مشکلم این سوال هم من خیلی کردن، مشکلم مشکل کاری بود، چون نظافتچی ما بود، مثلا می اومدم گفتم این میز کثیفه، این اتاق کثیفه، الان جلسه شروع میشه، تا 1 ساعت دیگه، تا نیم ساعت دیگه اینجا باید تمیز باشه جلسه مون داره شروع میشه. نیستش که اینا به هر حال چیز مسئله نه، مشکلات هم میخوام بگم خدمتتون. با شوخی نبوده، کینه هم نبوده، به خاطر همینا که میگی. نه میگفتش که هی من میخوام اسم بیارم ببخش، میگفتش که وقتی گفتن تویی، من گفتم یکی رو بکشم، یعنی قاضی بهش گفت چرا این، چرا اولین اومد، چرا قرار داشتی رو این بریزی فلان، پس میگم نه من میخواستم که انتقاممو بگیرم، حالا خودش اول اومد خدایی، اگه کسی هم میومد من این کارو میکردم. بسیار. یعنی اون بیشتر اون جنبه اون میخواست خودش رو تخلیه کنه. بله. شما تموم شد پرسشت؟ استر شب جان شما سوال دارید؟ این عبدالچی که میگید نابسامانی روانی هم داشتش، یعنی پیش زمینه های جز اون مسئله خشونت با همسرش اینا رو بذاریم کنار، مثلا رفتارهایی مثلا هیستریکی یا رفتارهایی که پرخاشگر باشه توی محل کار، اینطور چیزا داشته، مثلا کینه هایی داشته باشه، یعنی فقط ممکنه این مسئله نبوده باشه، چیزهای دیگری هم پیش زمینه هایی در خودش بوده نه در رفتار شما. ببینید ما اونجای محوطه‌ای بودیم که خب چندین نفر همکار بود و وقت هم نمیشد که زیاد تو خصوصیات و مثلا اخلاقیات بقیه بریم یا بدونیم چی کار میکنن و چی کاره بودن اینا، ولی اینو میدونستیم از روی پروندهش که عضو بهزیستیه و تحت نظر اونجاه و اینکه حالا یه مدت هم تو خوابگاه بهزیستی گویا زندگی میکرده. چند ماه قبل این حادثه اسید پاشی، حدوداً تابستونش بود، یعنی 7 ماه قبلش، با یکی از بچه های تدارکات که اینا نیرو پیمانکار بودن، یه ناظر پیمانکار داشتیم، با یکی از ناظرین پیمانکار دعوا شد و دعوایی که خیلی شدت دار شد و این خودشو به
قش و ضعف مصنوعی زد و کار به اینجا جا رسید که مثلا تا گفتن آمبولانس میاد این پاشو وایساد گفت نه چیزیم نیست من چیزیم. بعد اینو اخراج کردن، یک ماه نمیومد سر کار و خود من رفتم پیش مدیرشون خواهش کردم ازش، گفتم کسی رو نداره اومده تهران کار کنه. این که میگید بهزیستی یعنی توی مثلا جایی که بچه ها نگه میدارن بزرگ شده بود؟ نه اونجوری بزرگ نشده، ولی یه مدت اونجا مشغول بود به خاطر معلولیتش، اصلا یه سری آموزش های مثل نقاشی و کارهای هنری اینا اونجا دیده بود اصلا. بله. اینو انداخته بودن بیرون و من رفتم ضمانتشو کردم. ولی نابسامانی خاص روانی ازش ندیده بودید؟ همون مشاجره هاشو میگم خدمت ها. متشکرم. و خیلی هم بعدم بهم گفتن که تقصیر خودت شد، چون اگه تو نمیگفتی این بیاد سر کار 6 ماه بعد خودت دستید نمیره. من گفتم به حال اینکه یک اتفاقه. آره. خانم سام شما حالا جدا از این آبدارچی که این کارا انجام داده، من می‌خواستم بدونم اون همکاران محترمتون که اینطور سر به سر ایشون گذاشتن، اونا سابقه به نظر میاد اونا بیشتر روان پریش بودن برای اینکه و حتی حالا درسته که فکر نمی‌کنم از نظر قانونی توی پرونده شما اونا نقشی داشته باشن، ولی عملا سنگ اول اونا انداختن. اونا چه جور آدمایی هستن که اصلا یک همچین کاری رو میکنن با یک نفری که بالاخره یک ناتوانی داره، حالا خوب یا بد، عصبی یا غیر عصبی؟ من همیشه یه مثالی میزنم، میگم مثل اینه که ما یه بچه رو ببریم لای پرتگاه و دست بزنیم و تشویقش کنیم، ما ننداختنش پایین، خودش افتاد. دقیقا این کار رو باش کردم و وقتی میدونن یکی این مشکلات روانی رو داره که بله، یعنی اونا آوردنش رسوندنش به این نقطه. بله. همین که دقیقا شما میگید، ولی تو قانون ما حالا متاسفانه چنین چیزی گنجونده نشده، چون باید یا مجرم باشی یا معاونت داشته باشی یا مشارکت. که بازپرس پرونده من ازش پرسید، گفت آیا فلانی بهت گفت روش اسید بریز؟ گفت نه، فقط اون گفتش که مرتضی مزاحمت شده، بیچاره بدبخت اینجوریت کرده، تو سرت زده، چرا اینجوری میکنی، چرا اونجوری میکنی. اون فقط محرک بوده، یعنی نه فقط اون بند خدا رو تحریک کردن، بعد در ضمن به دروغ اسم ایشون رو هم گفتن و مجددن تحریکش کردن. دقیقا کاری که شیطان میکنه دیگه، روز قیامت میگه که من فقط محرک بودم، میخواستن نکنن اینا این کارو. بسیار. این آقا رو هیچ کاریش نکردن؟ تبرئه شد. نه، مقصود همکارتون. همکارتون رو میگم. تبرئه شد، بله. اومد پاسپورتی و مجرم شناخته نشد. چون که سوال ازش پرسیدن که آیا از ضارب پرسیدن که آیا این به تو گفت اسید بپاش؟ گفت نه، فقط بهم گفتش که مرتضوی بوده، فلان بوده، اذیتت کرده، اینجوری شد. بسیار. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم. آقای مرتضوی قصه شون رو ادامه میدن. فاصله گرفتیم تا در این فاصله یک میهمان دیگر هم به جمع ما اضافه بشن، خانم زهرا خدام، همسر جناب مرتضوی. خیلی خیلی خوش آمدید خانم. خوشحالم که به جمع ما پیوستید. خب ما میخوایم 10 دقیقه دوم رو راه اندازی کنیم. شما گفتید که رفتید توی کما و این کما 6 ماه طول کشید. تقریبا 4 ماه خورده ای بود. یک بله. خب من اجازه بدین زمانتون رو راه بندازم. دستگاه بودیم. بفرمایید. 6 ماه کمای ما طول کشید که حالا 4 ماه و نیمش که کمای محض بود و بعدم 1 ماه خورد. ولی خیلی ناامید بود، گفتن که به خاطر بچه‌مون. و برگشت. نمیخوایم ناراحتتون بکنیم، اصلا بذارید آقای مرتضوی ادامه بدن. ما همیشه سر یه دوراهی ایم تو زندگیمون، حتی شمایی که الان دعوتید، منم که دعوتم، میتونیم بگیم نمیام، میتونیم بگیم میام. بله. همیشه تو زندگیامون سر دوراهی ایم. و سر دوراهی که زهرا خانم و خانواده قرار گرفتن، بازم من انتخاب کردن و
منم که از کما اومدم بیرون یه ذره شرایطم خوب شد، منی که الان اینجا هم 100 بار تا حالا جراحی شدم، فقط گردن به بالا نزدیک 30 خورده ای بار عمل شده. هزینه هاتون چطوری تعمیم میشد؟ هزینه هامون خوب، یه سری دارایی خودمون داشتیم فروختیم، بعد کار کرده بودم این چند سال، تلاش کردم، خونه داشتیم، ماشین داشتیم، همه رو فروختیم، بقیش هم دیگه خانواده و اقوام و دوستان و کمک کردن، خیلی هاشون بخشیدن کمک و خیلی مؤسسه‌ای که توش کار میکردین چی؟ هزینه ای داد؟ خود دوستان اونجا به صورت به قول معروف خودجوش یه مبلغی رو جمع کرد. خب همزمان داره. شکایتی هم صورت گرفت؟ شما شکایت در کما که بودین. داشت پروسش انجام میشد، داره که پروسش انجام میشد، متهم روز دوم توی از مرز مریوان خارج شده بود، رفته بود تو سلیمانیه عراق دستگیر شده بود و برگشته بود تو زندان، چون پول دنبالش نبوده میخواستن اینو آزادش هم کنن، ولی چون همکارا تهدید کرده بودن خانوادشو، خواهرش ترسیده بود و لش داده بود، گفته بود اینو آزاد نکنید که اسید پاشیده. و اینکه من بعد اینکه بیدار شدم و خودم پیدا کردم، وقتی دیدم که زهرا اینجوری مثلا به من بال پرواز داد و تونستم به زندگی برگردم و تونستم به اون هویت جدیدم برسم، چون هویت من عوض شد، من یه محسن دیگه‌ام، تا قبل 91 یه محسن بودم، الان انگار یکی دیگه به دنیا اومده. خب من اجازه میدم زمان رو نگه دارم و عکس شما پیش روی من هست، عکس پیش از این اتفاق. من اجازه دارم که به دوستانم نشون بدم؟ بله. و اجازه داریم که روی وال هم نشون بدیم که بینندگان اون هم ببینن؟ بله بله، صاحب اختیاریم، بفهم. حتی در گوشه تصویر هم میتونید ببینید. ببینید آقای بذارین به احسان هم نشون بدم. وقتتون نمیشه از اول کرد؟ وقتتون رو نگه داشتم. از وقتتون پنج برگردین. برگرد عقب. زمان خودتون. آها. از اون 10 دقیقه قبلی ما حدود 30 ثانیه هم اضافه کردیم. 3 دقیقه. بله، اضافه کردیم. 3 دقیقه مونده بود. نه، اما میخوام. 3 من یادمه. 3 ساعت بود. خیلی زیاد عمل کردم، یادم. باش، نه، قربان شما مهمان ما هستین تا هر زمانی که بخوای، منتها به هر حال باید این زمان برنامه رعایت بشه، بعدش بعد اگه زمان اضافه نیاز بود حتما میدیم خدمتتون. خانم شاید این پرسش کمی شما رو ناراحت بکنه، من عذرخواهی میکنم که مطرحش میکنم. شما با مردی با چهره دیگر ازدواج کرده بودید، اون چهره رو دوست داشتید و یک دفعه با مردی با چهره دیگر روبرو شدید بعد از 6 ماه، چطور به این تناقض پاسخ دادین تو ذهنتون؟ خب خیلی سخت بود، برای اینکه اصلا محسن حتی پوست سرم نداشت، یعنی استخونه جمجمهش معلوم بود. یعنی هر بار که ما پانسمانش رو عوض میکردیم، یعنی خود من میشد قش میکردم انقدر که حالم بد میشد. ولی خب محسن همون محسن بود. نمیترسیدید ازش؟ ناراحتتون نمیکرد؟ پریشان نمیشدید که خسته نمیشدید؟ چرا؟ ولی خودش تغییری نکرده بود. اون عشق بود، ظاهرش تغییر کرده بود. اون عشق ته دلتون بود؟ عشقی که سالهای پیشتر داشتیم؟ بله. کمتر یا بیشتر؟ حتی بیشتر. محسن جان، وقتی که از کما بیرون اومدی، اولین تصویری که دیدی چی بود؟ من اولین بار خودم رو تو سقف آسانسور داشتم میرفتم توی اتاق عمل، تو سقف آسانسور دیدم و فقط یه چشم باز بود، چون کل بدن من پانسمان بود توی اون چند ماهی که بیمارستان بودم. بعد از اون که به هوش اومدم، منی که 10-15 کیلو بودم روم اسید ریختن، بعدش مثلا 7-8 ماه بعد اومدم خونه، شده بودم 50 کیلو.
شیش ماهی چی نخوردن و جراحی و دیگه نمیتونستن منو عمل کنن. دکترها مرخص کردن و گفتن فقط ببریدش خونه، فقط روزانه پانسمان عوض کنید ازش، همین، چون که هیچ کار دیگه ای نمیتونیم براش بکنیم تا یه ذره بدنش دوباره حالا استیبل بشه، برگرده، ببینیم میتونیم عملش کنیم یا نه. تقریبا فکر کنم یکی دو ماه من اینجوری بودم و حتی قادر نبودم مثلا خودم یه لیوان آب بخورم، فقط خیلی کشیده و با لکنت زیاد و خیلی بد میتونستم حرف بزنم. که من به زندگی امید داشتی محسن، یا فکر میکردی که، ببخشید اینو میگم، عذر میخوام، یه لحظه با خودت فکر میکردی کاش زودتر کار یک سره بشه؟ خیلی این فکر رو کردم، من نمیتونم دروغ بگم، خیلی از فکرها میاد تو ذهن آدم، ولی من وقتی دیدم که زهرا منو قبول کرده و میخواد دوباره زندگی رو بسازیم با هم، من اومدم گفتم که چرا وقتی من مورد استقبال قرار گرفتم چرا نباید خودم هم کمک کنم؟ ملیکا چی کار میکرد این وسط خانم؟ ملیکا خب نه فرق نداره، هرکون دوست داریم. ملیکا اولش خیلی میترسید، خیلی میترسید. تو این شیش ماه خب فهمیده بود پدرش این اتفاق براش افتاده، چون رفت آمده خانواده فامیل خب خیلی زیاد بود، حتی نبودن های دائمی من، برای اینکه بیشتر وقتم بیمارستان بودم. خب تقریبا پذیرفته بود، ولی خیلی از ظاهر محسن میترسید. کی بهشون عادت کرد؟ شاید دو ماه سه ماه گذشت اصلا سمت تخت محسن نمی اومد، یعنی حتی بزرگترا، حالا مثلا پدر مادرمون میخواستن از روی مثلا دلسوزی، از روی اینکه امید وزیفه بدن به محسن، یه وقتایی می آوردنش کنار تختش، ولی من اون ترس رو میدیدم، من اون حس در واقع وحشت زدگی رو میدیدم توش، ولی خب کم کم به هر حال اونم پذیرفت. یه دختر 7 ساله بود دیگه اون موقع. من زمانتون راه میندازم، 5 دقیقه و 36 ثانیه فرصت دارید به ما بگید که کی سرپا شدید. حدودا بعد این یک سال من وقتی دیدم که، بازم اینو میگم، من وقتی دیدم که انتخاب شدم، اول توسط خانواده‌ام اومدم تو جامعه، خیلی ها مخالفت کردن، ماسک میزدم اولاش، بعد ماسکم برداشتم، سوار مترو شدم، با اتوبوس این ور اون ور رفتم، کم کم شروع کردم رانندگی کنم، کم کم برگشتم به زندگی. و اون دوراهی که بهتون گفتم، وقتی دیدم زهرا من، واکنشا چی بود آقای مرتضوی وقتی سوار اتوبوس یا مترو میشدی؟ خیلی نگاه میکنن، میپرسن، مسخره میکنن. تلخترین چیزی که شنیدین چی بود؟ شاید قضاوته، شاید قضاوته. یه وقتایی من میشنوم پشت سرم که میگن چی کار کرده که اینجوری شده، چوب خدا صدا نداره. یه پیرزنی بود تو محل ما، اینو میگم خدمت، داشت راه میرفت رسید به من، خموده خسته راه میرفت رسید من، یه فوتی کرد، بعد گفت خدا شکرت. گفتم مادر چی تو شکر میکنی؟ تو معلوم نی بعد از او رو ببینی یا نه، مثلا داری به من فخر فروشی میکنی که من خیلی بهتری، معلوم نی منم یه جوونم، منم اینجوری نبودم که یه دفعه الان شما بودم. دلتون میشکست؟ آره قطعا میشکنه. حتی دخترم مثلا اون سال اول میگو بابا چرا همه وقتی تو رو میبینن خدا رو شکر میکنن. یه بچه 8-9 ساله 7-8 ساله تازه داره با من میاد بیرون، یکی از آرزوهاش اون موقع، هنو من دارم اون رکوردی که گفته، میگه یکی از آرزوام اینه که من دوباره با بابام برم پارک. این یکی از به قول من آرزوهاشه. خب داشت میگفتید که چی شد دوباره به زندگی برگشتی؟ من برگشتم به زندگی و ماسکو برداشتم و رفتم سراغ هنر. قبلا حالا قبل به قول معروف قبل این اتفاق یه بله آقای رجفیان، چون وارد بحث جدید شدید از سرکار خانم پرسشی دارم. عرضم به حضورتون که خانم
اگر که همسر گرامی شما این اتفاق براش نمی افتاد و همین روی ظاهر زیبا رو، چون در روانشناسی بسیاری از این آزمایش ها شده که انسان های زشت خوی زیبا صورت بعد از یه مدت چجوری میشه رفتار اطرافیان باشون و برعکس، اگر ایشون به همین عکسی که همون دوره که ازدواج کردین بودن ولی اخلاقا با عرض پوزه عوضی شده بودن، نون حرام می آوردن، همه چی، هر چیز بدی که در نظر اخلاق، اون موقع شما چه حالتی؟ باز پاش می ایستادید؟ نه قطعا نه، نه اصلا. این جواب خیلی مهم. جسم ها چون کوزه های بست سر، تا درون کوزه چه بود آن نگر. گر به ظرفش عاشقی تو گمرهی، ور به مظروفش نظرداری شهی. و این خانم با همه این قضیه تغییر چهره قابل احترام هست برای من. خیلی خوب، 3 دقیقه و 36 ثانیه فرصت داریم، به ما بگید که الان کجایید، الان چه میکنید و زندگی کی سویه شادمانش رو به شما نشون داد؟ سال تقریبا میشه گفت 92-93 دیگه با ویلچر و واکر و کم کم با عصا و اینا ما خونه زدیم بیرون، رفتیم و معرق و صنایع هنرهای چوبی رو به صورت حرفه‌ای شروع کردم آموزش دیدن توی مؤسسه ای. بدون هیچ پیش زمینه ای؟ چرا، قبلا حالا کار سفال و طراحی اینا میکردم، دوست داشتم، یه دوره هم موقع رفته بودم، ولی اینجوری نه که حرفه‌ای. بله. و همین با این باعث شد برگردم به جامعه. نمایشگاه اول اون مصادف شد با فیلم لانتوری. دکترمو دعوت کردم، دکتری که حالا اینا وقت نشدن، دکتری که تو ایران وقتی همه اطباء منو جواب کردن، تنها کسی که گفت سر تو عمل میکنم آقای دکتر فروتن بود که خودش رئیس انجمن جراحان پلاستیک بود. ما دعوتشون کردم، گفتم ماها کوچولو کوچولوییم، شما که حالا یه شأن اجتماعی دارید، یه کاری میتونید بکنید، ما درخواست میکنیم ازتون که یه انجمن، یه خانه امنی برای ماها بسازیم. من یه لحظه ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، فقط یه توضیح بدم. آقای دکتر فروتن برای بسیاری از کسانی که با مشکل اسید پاشی مواجه بودن رایگان جراحی کردن، درست میگم؟ بالغ بر 100 عمل الان تو انجمن انجام دیم، چون اخلاق ندارن که بگن من قبلا کیو مجانی عمل کردم، من جمله خود منو. بله. ولی الان که تو انجمنی بالغ بر 100 جراحی رایگانشون، جراحیایی که 10 ساعت 12 ساعت طول میکشه، چون جراحی مثلا بینی ما، جراحی بینی زیبایی نیستش که نیم ساعت یه ساعت باشه، قطعا 3-4 ساعته، چون پیوند یه جا دیگه باید بردن. میذاریم برای آقای دکتر فروتن دست بزنیم؟ بله، درود بر ایشون. بعدم نیست، من یه تجدیدی رو چهرم میخوام بکنم، ایشون رو زیارت کنیم، شماره شون رو بدید، چهرم رو میخوام کار کنم. راضی نیستم. بله بفرمید. از سال 95 که این نمایشگاه رو ما گذاشتیم، اولی نمایشگاه هویت بود. اصلا من ذهنم دیگه اون رون هویته میچرخه و رون شخصیت مجدد محسن میچرخه. اومدیم با آقای دکتر کف زدیم، آقای درمیشیان هم اومد پای کار بعد اون فیلم لانتوری، دوستان دیگه اومدن، چند تا از خبرنگارا، چند تا از دولت، ما تونستیم انجمن رو فروردین 96 به ثبت برسیم. اسمش چیه دقیقا؟ یعنی فروردین 91 من با اسیس سوختم، خدا رو شکر فروردین 96 جزو مؤسسین و هیئت مدیره انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی که مخففش احقاه، و تا الان هم بالغ بر 120 نفر عضو داریم که به همشون حالا خدماتی که در خورشون باشه، خدمات روانپزشکیه، پزشکیه، خدمات زیبایی، خدمات معیشتی، هر کاری بتونیم بکنیم، تسهیلگریم تو این زمینه. و اینو همه از زهرا خانم دارم، چون که اون انتخابه رو کرد و منو برگردون به زندگی، و منم اون دوراهه زندگی میتونستم خونه گوشه نشین باشم، کاری ندارم که یه حالا پیش زن و بچه. زهرا خانم حالتون دادن که برید دنبال معرق؟
خیلی مشوق من بود تو زمینای معرق و تو زمینه حتی مثلا تو بحث مثلا ثبت انجمن، چون واقعا سخته. شما وقتی یه جایی رو میخوایی، یه مؤسسه‌ای رو ثبت کنید و کلی دغدغه و رفت و آمد و همه اینا سخته. و اینکه الانم بعد این یکی دو سال، ما یک ساله که تو انجمن یه کارگاه از خود باوری تا اجرا داریم که قربانی‌های اسید پاشی تمرین تاعت کردن و همونطور که میدونید اسفند تاعتمون اجرا شد و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت. و تمام اینا به خاطر شاید اون لطفیه که زهرا به من داشت و اون نگاه خوبی که به من داشت که من تونستم برگردم به زندگی. میخواید با یه جمله از زهرا خانم تشکر کنید تو این 20 ثانیه؟ خیلی مخلصیدم. خیلی سلامت. شما چی؟ عزیز محسن استاد منه. به خودشون بگید. برای اینکه به من معرق یاد داده، برای اینکه تو کار چوب ما انجام میدیم، تو کار چوبی همیشه مشوق من بوده. در مقابل درس عشقی که شما بهشون دادین چیزی یادتون ندادن؟ آخه ولی از این استادای این به قول خودش شاگردایی که استاد میزنن جلو الان کارشون الان بهتره. بهقطعا بهتر هستن. شما ببینید. خیلی خوب، شما 10 دقیقتون استفاده کردین، 30 ثانیه اضافه هم همینطور به افتخارشون. خیلی ممنون. ببخشید خانم سام، سرتون درد. بله، من یک سوال دارم از خدمتتون. شما فرمودین موقعی که توی بیمارستان بودن همسرتون و در کما بودن، بیمارستان یه جورایی جواب کرده بودن و گفتن که ببرینشون خونه. بله. میتونستین توی خونه ازشون نگهداری کنی؟ جوری بوده که مثلا شما توی خونه ازشون نگهداری؟ من بگم؟ بله خواهش. نه، بیمارستان میلاد بعد چند روز که عفونت من زیاد شد، من یکی دو روز اول هوشیاری داشتم. بله. ولی چون رودام پاره شده بود و ببخشید مدفوعم تو خون و همه چی ریخته بود به هم، اونجا میرم تو کما، خونریزی داخلی میکنم و میرم کما. اون دو روز اولم که زهرا جان میگه من یادم نیست، میگه تو باهم حرف میزدی، مثلا یه وقته یه انگشت تو یه ذره تکون میدادی، اینا رو اصلا یادم نیست. حالا خودشون میگن، خودشون بودن دیدم، چون من حافظه ای ندارم. و اینکه بیمارستان میلاد جواب میکنه و میگه این دیگه فایده ای نداره، این آدم رودش از چند جا پاره است، رود بزرگش. ما تونستیم یه بخشی، یعنی میخوان صحبتتون قطع کنن، یعنی میخوان که در حقیقت درمان رو قطع کنن دستگاه رو خاموش کنن و بدن سردخونه. من البته میدونم تفاوت کما و مرگ مغزی رو، منتها از اونجایی که ممکنه یه تعدادی از بینندگان باشن و این تفاوت رو ندونن و از اونجایی که من به نوعی عضو کانون اهدای عضو هستم، وظیفه خودم میدونم این تفاوت رو اینجا بگیم. بله. که مبادا کسی فکر کنه که بیمار مرگ مغزی ممکنه مثل آقای مرتضوی برگردن به دنیا. بلد. و این تردید توی دل و حتی این پرسش ممکنه برای بعضی از بینندگان ایجاد بشه که در این مدت فکر نکردن که خب دیگهشون در کمان و اهدای عضو بکنن. بلد. کاملا چیز متفاوتیه. بلد. یعنی مرگ مغزی وقتی که ثابت میشه عملا دیگه در حقیقت 0% امکان بازگشت وجود داره. بلد. وضعیت آقای مرتضوی اصلا مرگ مغزی نبوده، مرگ که مغزی نه. ولی به خاطر عفونت ها و به خاطر شدت جراحات خیلی امید کم بوده در حقیقت. بلد. ولی مرگ مغزی نه. کمای چقدر طول می کشید پاشون وای میستادین؟ تا چقدر پاشون وای میستادین؟ تا شاید آخر عمر. من بله. آقای رضوی، میگن که آدم ها به شوخی سنگ پرت میکنند ولی گنجشک ها واقعا کشته میشن. شوخی های کوچکی میشه که میتوانه رنج های بزرگی برای دیگران ایجاد کنه. اون دوستی که این شوخی اصلی رو کرده بود، بعداً باهاش هیچ تماسی داشتید؟ همکاری که شوخی رو انجام داده بود؟ من دیدمه، چون تو اون اداره میرم میام، ایشون هنوز شاغل اونجا. فقط بهش گفتم که لقمه سفره دختر من اومده سر سفره دختر تو.
مگر شما اخراج شدید؟ من نه، من از کار افتاده شدم، من دیگه نمیتونستم کار کنم. من یه دفعه دیگه همش تو کما و بعدشم من مثلا حقوقتون برقرار بود؟ تو سالای بعد حقوق که قانونی داره، وقتی تو مرخصی درمانی نمیدونم یه درصدی میدن، اون یه بخشی قوانینی هست، بعدم دیگه از کار افتادگی چون این مرخصی خیلی طول بکشه دلانی. یعنی مجبورن که از کار افتاده کنن. نتونستم بازگشت به کار نشدم. الان هم میگم هم کار صنایع دستی رو انجام میدم، هم تو خونه انجام میدیم، هم یه کارگاهی داریم. ولی بیمه از کار افتادگی نه دریافت میکنی؟ بیمه از کار افتادگی دارم. بعد اون آبدارچی چی به سرش اومد محسن جان؟ آبدارچی خدمتتون عرضم، همون روز دوم یعنی 19 رو من اسید پاشید، 21 که میخواستم مرز خارجی دستگیر میشه، خواهرش لوش میده، همون روزا میاد زندان اوین چند وقت، و بعد چند ماه هم که پرونده به جریان میفته الان زندان رجای شهره، همچنان زندان رجای شهره. چند سال حکم گرفت؟ خدمتتون عرضم که 3 سال زندان براش بریدن، 6 ماه به خاطر خروج غیرقانونی از مرز زندان بریدن، و حدوداً 5 تا خورده انسان کامل دیه منه و قصاص چشم راست و لاله گوش راست، چون چشم راست من کامل تخلیه است و هیچ امیدی نبود بهش، لاله گوش هم که ذوب شده بود. همه اینا که میبینید پیوندیه و کارهای دکتر فروتنه، یه سوراخ مونده بود، اون سوراخ هم نبود، بعداً درست کردن. کلاً گوش میانی و اینا همه بین رفت. ولی هنوز زندانه پس؟ هنوز زندانه. آره، ببین یک دوستی اومد اینجا از جانبازای جنگ بود که ترکش صورتش رو کاملا صاف کرده بود و همین پزشکای خوب ما توانسته بودن چهره رو بازسازی کنند و اینها. همین مشکل شما رو داشت که میگفت توی شهر وقتی که میرم گاهی وقتا مسخره میکنن، گاهی وقتا سخنان ناشایست میگن و اینا خیلی غم انگیزه. امیدوارم این برنامه‌ها کمک کنه به مردم ما که بدونن اگر کسی مشکلی براش پیش میاد خطایی نکرده، اتفاق افتاده. اگر یک جانبازی اینجور شده این دلیلش رفته برای وطنش به جنگه، یا اگر شما مشکلی داشتید این پاداش یا مثلا عقوبت گناه نبوده. و برای هر کدوم از ما ممکنه پیش بیاد، برای هر کسی ممکنه پیش بیاد. برای یه بچه کوچولو وقتی پیش میاد، اون طفل معصوم چیکار کرده؟ یعنی خیلی وقتا دنبال دلایلی میگردن که اینو فیلمای ملودرام هالیوودی به ما گفته، میگن طرف آدم بدی بود، بعد مثلا این بلا سرش اومد. این ما رو دوچار یک پیش داوری و یک قضاوت های اولیه میکنه که معمولا خطا میریم. امیدوارم که این از کل جهان این محو بشه اینو نگاه. اصلا این کاری هم که الان من دارم میکنم، اومدم تو جامعه، دارم معرق کار میکنم، دارم مجسمه میسازم، مجسمه هایی که میسازم یه بویی از اون شمه اسید پاشی داره، هویت داره. الان دارم کار تئاتر انجام میدم، میرم رو صحنه این کار رو میکنم. فقط میخوام بگم که ما هم هستیم، ما هم یه آدم معمولیم، ما هم یه آدم معمولیم. حالا یه ذره ظاهرمون یه ذره فرق کرده، یه ذره قیافمون عوض شده، ولی همون آدمیم. هیچ اهمیتی نداره. آره، همون آدمیم، همون کارهایی که مثلا حالا بقیه انجام میدن میدیم و داریم زندگی میکنیم. و این نگاه بیشترین چیزی که داره آزار میده این نگاه بده، یعنی قضاوته. که چون به خصوص تو مسئله اسید پاشی میگن لابد یه کاری کرده، چون میشسپوننش به مسائل ناموسی، میشسپوننش به مسائل دیگه. اصلا داستان شوخی و من اولش به خاطر این گفتم. درست. چون میدونم که ناخودآگاه شاید خود منم قبل اسید پاشی شاید یه آدمی بودم که قضاوت میکردم. ملیکا الان چند سالش؟ ملیکا 17 سالش. چی کار میکنه؟ گرافیک میخونه. به به، همه خانواده هنرمنده پس. بله. بردینش پارک بالاخره؟ اصلا تو پارک یه وقتی میم خونه. آقای نجفیان شما سوال دارید؟ من چند صحبت دارم. اول از اینکه این داستان‌ها اینقدر باید گفتشه، این داستان‌ها زیباست. یک بخش خوندم ولی باز میخونم، 10 بارم مهمان بیاریم به این مورد که برسیم میخونیم، چه در مورد اون شوخی‌های نابجای احمقانه، چه انتقام احمقانه و چه اون حرفای احمقانه که به شما میزنن. حضرت مسیح رو میبینن داره فرار میکنه، او اصلا اهل فرار نبود. مگه نمیگو اگه کسی زد وایسا اینورم بزنه؟ میگن
حضرت مسیح علیه السلام برای چی داری فرار میکنی؟ میگه از دست احمق. جناب مولانا این داستان رو تعریف میکنه، میگه زحمقان بگریز چون عیسی گریخت، صحبت احمق بسی خونها که ریخت. این خونها که ریخته شده هم از حماقته. و شما الان دیگه از این صحبت ها حتی دست دختر گلت و خانم گلت و بذار احمقا هرچی میخوان بگن. اون دانایانن که میگن صورت زیبا نماند سیرت زیبا بیار، زشت روی نیک خود در قلب ها زیبا شود. اینا رو ما باید باور کنیم، اینا شعار نیست یا نه دلسوزیه. مسئله بعد داستان شما باید تعریف شه که از یه کارمند ساده‌ای که ممکن بود بری بیای بخوری بشنی یه بچه هم داشته باشی یا یه خانوم یا خانوم شما رو داشته باشه، الان در مقامی قرار گرفتی که شاید میلیون‌ها آدم دارن سرگذشت شما رو می‌بینن. جناب مولانا حضرت حق میگه من نکردم، چون بعضی از وقتا ما فکر می‌کنیم خداوند جو نشسته احتیاج داره ما نیایشش کنیم. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه کردم خلق تا جودی کنم. یه داستان جناب مولانا داره داستان شماست. در ادامه این شکر ایزد خشم و قهرش جود شد، من زیان پنداشتم آن سود شد. دقیقا داستان شماست در داستان مولانا. شکر ایزد خشم و قهرش جود شد، خشم کینه تبدیل به بخشش و بذل شد، من زیان پنداشتم آن سود شد. احمقا زیان میپندارن ولی همه سود میشه. ممنون، تحسینتون میکنم. احسان جان میخوام یه سوال ریاضی بکنم، فقط خیلی درست جواب بده. حاضری صورت درست بود چون خیلی خوشگل و خوشتیپ بودی، با چه نقص عضو دیگه عوضش میکردی؟ یعنی یارو او روز چیکار میکرد ولی صورت دست نمیخورد با همه زجرایی که این سالا کشیدی؟ کنم همه بلا رو سرش افرده بود دیگه، بلای دیگه نمیموند، جایش نمونده. نه الان یه نقص عضوی داشته باشه ولی صورت اوکی باشه. من همون که میگید دستشو نمیتونست بیاره این ورتر، من حتی نمیتونستم با نی آب بخورم. الان همین صورت رو میخوام، با مثلا دست همین روبیت رو میخوام. قبلا هم ببینید قبلا نمیتونستم راه برم، نمیتونستم حرف بزنم، نمیتونستم. این لکنتم خیلی شدیدتر بود به خاطر کما، خیلی خیلی بدتر از الانم بودم، کیسه کلستومی داشتم، اصلا یه وضعی بودم. من اصلا صد بار عمل شوخی نیست، هر کدوم از ماها مثلا قبلنم میگم یه بار میخواییم تو زندگی اون عمل کنیم، از دو ماه قبل میخوابیم تو خونه پرستار بیاد، دو ماه بعد که من میخوام عمل کنم کی بیاد آب بده دستم. من از خونه می اومدم میگفتم خانم دارم میرم ویزیت دکتر، میرفتیم بعد از ظهر بهم زنگ میزد پس چرا نیومدی؟ گفتم آها راستی من بستری شدم، دکتر گفت بعد یه عمل فوری کنی صبح میرم تو اتاق عمل. اینقدر عادی شده 20 روز نمی اومدم خونه. من برای سرم که آقای دکتر فروتن میگم کل ایران منو جواب کردن، توی کنگره رفتم و هیچ چی گفت من نمیتونم اینو عمل کنم. یعنی این جمجمش خوردگی پیدا کرده و هر فلپی میذارن روش این فلپه وای نمیشه و بین میره. ماهیچه‌های زیر بغلمو برداشتن، خیلی با سختی جواب نداد. آقای دکتر دو مرحله من عمل کردم ولی دو تا 45 روز من بیمارستان بستری بودم. اون 45 روز اول چون محرم شد صدای دسته امام حسین اومد گریه کردم، دل دستیارشون سوخت، زنگ زدن گفتن که چند روز بره خونه بیاد دیگه. خودشان هم مثلا فهمیدن که من خسته شدم، گفتم بره یه روحیه بگیره بیاد. تمام این زجرها رو کشیدم ولی الان با توجه به شأنی که الان دارم، با توجه به هویتی که الان دارم، میگم شاید قرار بوده به قول استاد من اینجوری شم که این انجمن به سامان برسه. محسن جان بتونم کمک یه چند نفر دیگه باشم. شما جوابتون گرفتین؟ بله بله. کدوم محسن رو بیشتر دوست داری؟ محسن قبل از فروردین 91 یا محسن امروز؟ من محسن امروز رو دوست دارم. شما چی خانم؟ من محسن امروز. برای اینکه نگاهش خیلی فرق کرده. به چی؟ دیدگاهش خیلی فرق کرده.
شاید قبلا خیلی سطحی تر نگاه میکرد نسبت به آدم ها، نسبت به روابط، ولی الان نه، خیلی عمیق تره. هم از نظر اینکه علاقه شو میگم. الان خوشحالید، خوشبختید با هم؟ بله. سوالش بفرم محسن جان. این رنج، میگن آدم ها رو رنج هایی که میکشن بزرگ میکنه، مهربان میکنه، عمیق میکنه و نگاهشون رو به جهان و هستی و خودشون عوض میکنه. با این تجربه که کردی، آیا ممکنه اون زارب، اون آبدارچی که چش و گوش تو رو الان باید قصاص بشه، ممکنه در این بخشش ببخشیش؟ برای قصاصش من این کارو نمی کنم، هیچ وقت این کارو نمی کنم. ببینید این که می فرمایید درست ها، رنج ها، سختی ها آدم بزرگ می کنه. دو جوره، همون دو راهی هست. ممکنه یکی رو با نکبت بزرگ کنه، مثل زاره من که بخواد همه تلافی همه زندگیش سر یکی دیگه خالی کنه. حالا منم نمیخوام بگم من خوبم، ولی یکی هم یه جوری بزرگ میکنه، سختی میکشی به یه مقامی میرسه که دست دو نفر رو دیگر رو بگیره. من اصلا خودمو نمیگم، من یه آدم معمولی هم. ولی چون زاربم قشنگ اومد جلوی قاضی گفتش که من روزنامه رو خوندم، هر کی هستید میپاشه میبخشنش. منم که زورم به این نمیرسید، گفتم بهترین کار اینه که روش اسید بپاشم، دو سال میرم زندان آزاد میشم. یعنی شاید مقصر اون قبلیه بوده که بخشیده که من اینجوری شدم، و من نمیخوام برای بعدی مقصر باشم. همینطور که الان خود من دارم میگم که دوستانو که بخشیدم بهشون میگم اشتباه کردی. ببینید اون نابینا بشه یه چش یا یه لاله گوشش بریده بشه، من نه بینا میشم نه شنوا میشم. من با همین شرایطم، ولی آیا ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسفند؟ آیا میتونم ببخشم که اون اصلا بیاد بیرون؟ آیا میتونم بگم که اصلا خود اون هیچ کاری نمیکنه، اون متنبه شد میاد بیرون، یه زندگی عادی و معمولی و روتین به قول ما انجام میدم. آیا بعدی که داره اون روزنامه رو میخونه اون میخواد چیکار کنه؟ این فکر به نظر من غلطه. میتونیم بعداً با هم صحبت کنیم، شماره تو بگیرم، بذارید بیشتر در این باره فکر بکنید. آره، به افتخار شما. ما از شما خداحافظی میکنیم، براتون یک زندگی عاشقانه در ادامه این سالها آرزو میکنیم. امیدواریم همچنان پشت و پناه همدیگه باشید و از دوستانم تقاضا میکنم که برگای ارزیابیشون رو در بیارن و امتیازاتشون رو بدن. خدا نگهدار. خیلی ممنونم. خدا نگهدار. ممنونم که توجه کردید. سپاسگزارم که اومدید. قربون شما. سلام. روایتی که شنیدیم لحظه به لحظه آدم رو سر یک دوراهی قرار میده و نمیدونه که چه چیزی رو باید انتخاب کنه. حتی بحث آخر دوستان با محسن درباره این که باید ببخشه یا نبخشم یک دوراهی دیگر بود. خانم سام، به نظر شما این قصه درباره چی بود؟ حالا اینکه من بخوام بگم درباره چی بود، اجازه بدین من بگم که وقتی این قصه رو شنیدم به چی فکر کردم. من با شنیدن این قصه به تئوری تاثیر پروانه‌ای فکر کردم. تئوری هست که حتما شما میدونین که میگه هر کاری که ما انجام میدیم هر چقدر کوچک در کل دنیا تاثیر میذاره، و به این دلیل اسمش تئوری پروانه‌ایه که میگه اگر یک پروانه‌ای در آفریقا بال بزنه ممکنه این طرف در این ور دنیا تاثیرش رو ما ببینیم. توی این داستان ما میبینیم که یک شوخی نابجا، یک شوخی که اصلا من واقعا نمیدونم اصلا اسم شوخی هم حتی نمیشه گذاشت، زندگی یک نفر رو، دو نفر رو، هم
آقای مرتضوی و همون کسی که الان در زندانه، بله، به چه شکل تغییر میده و در کنارش حرکتی که همسر آقای مرتضوی میکنن و ساپورتی که ایشون میکنن، حمایتی که همسرشون از ایشون میکنن، چطور آقای مرتضوی رو تبدیل به مردی میکنه که همسرشون معتقده که این مرد ستودنی تر از کسی هست که قبل از اسید پاشی بوده. رفتارهای ما، کوچکترین رفتارهای ما تأثیر میذاره. مراقب رفتارامون، مراقب حرفایی که میزنیم واقعا باشیم. به درد فیلم شدن میخوره؟ حتما. میدونین چرا؟ یکی از جذابیتاش اینه که توی حالا این داستانی که ما شنیدیم از این اسید پاشی فرم حالا خشونت و انتقام گرفته نشده، توسط همسر این آقا به سمت این داستان رفته که به امید و روشنایی و بهبودی در حقیقت خاتمه پیدا کرده. این یه ذره باعث میشه که متفاوت بشه با داستانهای اسید پاشی که مثلا تا حالا من خودم لااقل دیدم. شهاب، بدمن قضیه کیه؟ بدمن ناخواسته قصه اتفاقا اون کسی که شوخی میکنه. یعنی من فکر میکنم این میتوانه یک فیلمی باشه وجب سه تا شخصیت. بله. وجب اون آبدارچی که ما روایت اونو نشنیدیم که اون چه گذشته ای داشته. یعنی یک فیلمی که مبتنی بر مبانی روان شناختی میتوانه باشه، سایکو درام میتوانه باشه. بله. این فیلمو میتونیم بگیم اگه بخواد ساخته بشه اینطوری که اون چه گذشته ای داشته که این حساسیت‌ها درش ایجاد شده. چون خیلی آدم‌ها خیلی وقتا محصول شرایط هستن. بیش از اون که فکر کنیم محصول ژن و این چیزا، اکتسابات محیطی خیلی تاثیر میذاره و این یک مثلثه که این سه تا هستن، این سه تا مرد که دارن میجنگن به یک دلیلی ناخواسته یا خواسته و یک زن که چقدر بخشنده است. بلد. من فکر میکنم این فیلم این دو تا تم رو با هم میتوان داشته باشه، بخشندگی اون زن، شرایطی که برای مرد ایجاد شده و اون آبدارچی که معلوم نیست چه گذشته‌ای داشته و اون آدمی که یک آدم هرز و بی‌معنی که فقط فکر کرده شوخی کنه خوشمزه باشه. و اینو ما خیلی میبینیم، ما شوخیای خیلی کوچولو، شوخیای تو رانندگی یک آقایی مد یه لایی میکشه ولی یک خانواده رو نابود میکنه. بله دقیقاً. این از اون تم هایی که فکر میکنم از اون فیلم هایی میتونه بشه با رویکردهای اجتماعی و آموزشی. بله، متشکرم. نظر شما چیه آقای نجفیان؟ من فکر کردم مثل همیشه من آخر سر بگم. عرضم به حضور شما که کاملا درست میگن، این بار حماقت ها میتونه بار دراماتیکی خیلی خوبی باشه، اما من فکر میکنم که اگر فیلمی ساخته میشه باید به وجه صورت پرستی توجه بشه. صورت پرستی چنان در جامعه بشری رسوخ کرده، از قول دانشمندان علوم روانشناسی اجتماعی عرض میکنم، بس، که معنا تمام ارزش های خودشو از دست داده. اگر ما طوری به وجود میومدیم چشم ما اینجا بود یا دهنمون اینجا بود و همه اینجوری بودن هنجار بود، ولی چون همه اینجوری نیستن و یکی یه جور دیگه است، بی توجه به معنا. من دریغم میاد که گر به صورت آدمی انسان بودی، احمد و بوجهل خود یکسان بودی. اختلاف خلق از نام افتاد، چون به معنی رفت آرام افتاد. هر کسی هر توهینی به این آقا به خاطر صورتش میکنه، نام فروردین نیارد گل به باغ، شب نگردد روشن از اسم چراغ. با حلوا حلوا گفتن هیچ چیزی، با ظاهر پرستی هیچ چیزی حل نمیشه. هیچ نامی بی مسما دیده ای یا ز گاف و لام گل چیده ای؟ برخوردی که با ایشون میشه رو گاف و لام میخوان گل بچینن. گاف می نویسن، لام می نویسن، اونو بو میکنن، با خود گل کاری ندارن. تمام در مورد صورت پرستی است و تا آخرش تا قیامت زاهد در می کند، تا ننوشد می مستی کی کند. دوریم از معنا به خاطر ظاهر پرستی. برای همین همه تمرکزها و تمام هژمونی ها ریخته میشه به صورت پرستی و یک جامعه ظاهربین تلخ به وجود میاد. سپاسگزارم. احسان جان، آقای عبدیپور، من همه چیزهای خارج از متن رو بذارم کنار، فقط در مورد خودش بخوام حرف بزنم. فقط یه حادثه محرکی بود که میشد در ادامهش قصه وجود داشته باشه، که من لحظه پارت دوم که دیدم همسرشون نشستن، چون نمیدونستم کی میخواد بیاد، همسرش نشست رو صندلی، گفتم این قصه دیگه تموم شد، رفت توی تفسیرهای عاطفی و احساسی و اینا. حالا خیلی صلب و خیلی بی‌عاطفه دارم در مورد قصه حرف میزنم.
قهرمان این قصه اگر قرار فیلمی از این ساخته بشه، جباری است که الان در زندان است یا روزگاری، یا فیلم سر و ته شروع بشه یا از سر شروع بشه یا به هر دلیل، منتها این فیلمی است که از روال یه ریلی داره، از روال خارج میشه و دیگه تلاشی برای برگشت به ریل طبق حوادثی که باعث شدن اتفاق نمیفته. یعنی به نظر من برخلاف دوستان که ایشون ارباب ما و استاد ماست، این محمد انجین یک ماشین یک فیلم سینمایی رو راه نمیبره. تو این فرمایی هم که دادن، من حتی نوشتم رمانم نه، ولی قابلیت این که یه داستان کوتاه خوب روانشناسانه و درونگرایانه ای ازش در بیاد و همونطور که عرض کردم راویش جبار باشه، این به درد این میخوره. بسیار متشکرم، خیلی ممنونم که اومدی به برنامه ما و خیلی سپاسگزارم از شما خانم خانم و آقایون و همینطور از شما که در منزل همراه ما بودید از طریق فضای مجازی. خیلی دوستان ساکت نشستن امروز، یه دستی خودتون برای خودتون بزنید. ما از شما خداحافظی می‌کنیم در شب‌های باشکوه تا محاکات دیگر. خدا نگهدار.